سلام دوستان، وقتتون بخیر. بریم برای رنگ‌آمیزی و نقطه کوبی قاب آینه سفالیمون. سفالمون رو کاملا سنباده میزنیم تا اگر برجستگی داره برطرف بشه. گرد و غبارش رو با یک دستمال پاک میکنیم. آینمون رو میذاریم وسط بشقاب، با سانتیمتر از هر طرف اندازه میگیریم تا مطمئن شیم کاملا وسط بشقابمون قرار گرفته. با یه مداد دور تا دور آینمون رو خط میکشیم. طرحمون رو که با توجه به سایز بشقاب پرینت گرفتیم برش میزنیم. طرح و کاربن رو با چسب روی بشقابمون ثابت میکنیم. با مداد از یک طرف شروع به کشیدن طرحمون میکنیم. اگر لازم بود قسمت های از طرح رو با یه مداد مرتب میکنیم. از رنگ آکریلیک استفاده می کنیم. رنگمون رو با چند قطره آب رقیق می کنیم. دو سه قطره رنگ سفید هم اضافه می کنیم تا رنگمون کمی روشن تر بشه. خوب هم می زنیم تا کاملا ترکیب بشن. با قلم داتین رنگ‌آمیزی رو شروع می کنیم. به رنگ متالیک طلایی دو سه قطره رنگ زرد اضافه میکنیم و با چند قطره آب رقیقش میکنیم. بهتره رنگ‌آمیزی رو دوبار تکرار کنیم. اجازه بدیم یک بار رنگ کاملا خشک بشه و دوباره رنگ کنیم. غلظت رنگمون طوری باشه که رنگ روی سفال به راحتی حرکت کنه.
از رنگ سبز فلورسنت استفاده می‌کنیم. چند قطره سبز هم اضافه می‌کنیم تا رنگمون خوش رنگ‌تر بشه. از قلموی سرتخته شماره 8 برای رنگ‌آمیزی استفاده می‌کنیم. برای بار دوم که طرحمون رو رنگ می‌کنیم، اگر ایرادی هم هست برطرف می‌کنیم. به رنگ سفیدمون یه نوک قلم رنگ زرد اضافه می‌کنیم تا رنگ کرم داشته باشیم. رنگامون که کاملا خوش شد، نقطه کوبی روی طرحمون رو هم انجام میدیم. رنگی که برای نقطه کوبی استفاده میکنیم نسبت به رنگی که برای رنگ‌آمیزی استفاده میشه غلیظ‌تر باید باشه.
زمان میدیم رنگامون کاملا خشک بشن. به دلخواه و برای زیبایی بیشتر میتونیم پشت بشقاب رو هم رنگ کنیم. گیره آویز پشت بشقاب رو هم نصب میکنیم. برای براق و ضد آب شدن کارمون از اسپری براق کننده استفاده می‌کنیم. بعد از 24 ساعت اسپری که کاملا خشک شد آینه رو نصب میکنیم. برای اینکه گودی بشقاب پر بشه بهتره از پودر مل استفاده کنیم. به پودر مل چسب چوب و آب اضافه میکنیم. کارمونو میذاریم جایی که ثابت بمونه تا کاملا خشک بشه.